سرخط خبرها دستور عجیب ریشتان را بزنید از شدید نیروهای ریشدار و پنتاگون در مانور مشترک آمریکا و اسرائیل 120 هواپیما و 12 کشتی جنگی مشارکت خواهند داشت سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید دستور عجیب ریشتان را بزنید از شدید نیروهای ریشدار وقت نداریم این تحریک آمدان است روسیه به نیروهایش در اوکراین دستور داده تا موهای خود را تراشیده و صورت خود را با تیغ اصلاح کنند دستوری که نیروهای ریشدار چچنی را عصبانی کرده است به نقل از وبسایت روزنامه تلگراف رمزان قدیروف رهبر جمهوری خودمختار چچن به دستور فرمانده نیروهای روسیه در اوکراین واکنش نشان داده و آن را تحریک آمدانه خواند که تمر مرکز را از آنچه واقعا مهم است یعنی جنگیدن پرت می کند. او در کانال تلگرام خود نوشت بیایید سلاحهایمان را زمین بگذاریم و برویم اصلاح کنیم. این دیگر چه مهملاتی است. والری گراسیموف که در اوایل ماه میلادی جاری به عنوان فرمانده نیروهای روسیه در اوکراین منصوب شد سعی دارد انضباط بیشتری در ارتش روسیه ایجاد کند و از سربازان روسیه خواسته تا علوه بر مطالعه بیشتر پوشیدن لباسی غیر از لباس فرم تردد با خودروهای غیر نظامی و استفاده از تلفن همراه را متوقف کند استفاده بیموقع نیروهای روسیه از تلفن همراه تا کانون چندین بار موازه آنها را لو داده است ارتش روسیه همچنین سربازان گروه پیمانکار نظامی واگنر را مشتی فرصت طلب می داند که باید آنها را سر جایشان نشان. اما یوگنی پریگوژین رئیس این گروه نظامی خصوصی باور دارد سربازانش از ارتش روسیه بهتر هستند. او سربازان ارتش روسیه را بی تفاوت بدون تاکتیک و مغرور توصیف کرده. پریگوژین نیز به دستور گراسیموف برای اصلاح موی صورت سربازان واکنش نشان داد و با لحنی کنایه آمیز به قدیروف پیشنهاد داد که طول ریشهایشان را دو برابر کند او با بیان اینکه نیروهای واگنر درگیر جنگ بوده و فرصت اصلاح ندارند گفت جنگ صحنه حضور افراد فعال و شجاع است نه شیش تیغه ها پنتاگون در مانور مشترک آمریکا و اسرائیل 120 هواپیما و 12 کشتی جنگی مشارکت خواهند داشت. به نقل از خبرگزاری تاس، پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون روز سهشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که مانور مشترک نظامی آمریکا و اسرائیل در سال جاری بزرگترین مانور مشترک دو کشور خواهد بود که در آن از 140 هواپیما، 12 کشتی جنگی و نیز سیستم‌های موشکی استفاده خواهد شد. و اظهار کردیم بزرگترین و بااهمیت‌ترین مانور باشد که در آن با هم مشارکت میکنیم و این در راستای نشان دادن این میباشد که پایبندی ایالات متحده آمریکا به امنیت اسرائیل تزلزل ناپذیر و با دوام میباشد